رودها در جاری شدن و علفها در سبز شدن معنی پیدا می کنند. کوهها با قله ها و دریاها با موج ها زندگی پیدا می کنند. و انسان ها، همه انسان ها با عشق، فقط با عشق. پس بار خدایا بر من رحم، بر من که می دانم ناتوانم رحم کن. باشد که خانه ای نداشته باشم، باشد که لباس فاخری بر تن نداشته باشم، باشد که حتی دست و پایی نداشته باشم، اما نباشد، هرگز نباشد که در قلبم عشق نباشد، هرگز نباشد. آمین. باشد که همه ما از عشق امروزمان برای فرداهایمان چیزی کنار بگذاریم. یک مشت اندازه یک لبخند برای روزهایی که عشق را فراموش میکنیم. یک مشت فقط اندازه یک لبخند. سیاهی، همه جا رو سیاه میبینم، روبرو تو، پشت سر تو، همه اطراف رو سیاه میبینم و تنهایی، تنها میبینمت، مثل یه درخت تنها وسط یه دشت. همه اطرافت خالیه، نه امیدی داری نه عشقی، به جدایی فکر میکنی. زندگی تو با عشق شروع کردی، با عشق زیاد، اما حالا تنها چیزی که داری تنفره، ازش متنفری، از خودت هم متنفری. مدام به مرگ فکر میکنی، دوبار خواستی خودتو بکشی، درسته؟ مردن رو فراموش کن، عمر طولانیه، خیلی خیلی طولانیه. زندگیت مثل یه تیکه استخونه که تو گلوت گیر کرده باشه، نمیتونی قورتش بدی، نمیتونی بندازیش بیرون، داره خفت میکنه، اما هیچ کاریش نمیتونی بکنی. یه بچه میبینم، اما نه تو دوست داری بیاد نه شوهرت. این بچه داره گریه میکنه، دلش میخواد بیاد. بارداری؟ نمیدونم. نه. مطمئنی؟ نه. یارزو کن و اینجا رنگوش بزن. آرزو تر چی که هست برآورده نمیشه، اگرم بشه به این زودی ها نیست. خب
یا آرزوی دیگه بکنه اینجا رنگش بزن. دیگه آرزوی ندارم. به فال اعتقاد نداری نه؟ نه. پس باز چی فال گرفتی؟ برای وقت کشی. خودت چی؟ خودت به فالی که میگیری اعتقاد داری؟ باید بگم آره، اما ندارم. تو برای وقت کشی این کارو میکنی، منم برای پول در آوردن. پس همه ی چیزایی که میگی دروغه ها؟ نه، من دروغ نمیگم، من حدس میزنم. حدسان بعضی موقع درست حساب در میاد، بعضی موقع هم غلط. حدس زدن با دروغ گفتن فرق میکنه. از دیدنتون خوشحال شدم. من حامله. امروز همینطور یه نفر حد زد که من حامله. تست کردم دیدم راست گفت.
من دوباره حامله شدم. خیلی مطمئن نیستم. خودم تست کردم. فردا باید برم پیش دکتر ببینم چی میگه. پول بذار برم پیش همون مامایی که همیشه با هم میرفتیم. فکر نکنم 6 هفته بیشتر داشته باشه. بله، درست حد زده بودید. تقریبا باید 6 هفتهش باشه. 3 هفته دیگه بیاین تا معاینه‌تون کنم و براتون سونوگرافی هم بنویسم. اما من نمیخوام نگهش دارم. میتونین یه کاری بکنین آقای دکتر؟ که بچه‌تون ست کنی؟ بله. چند سالتونه؟ 36 سال. میدونی که تو این رنج سنی این آخرین شانس های شما برای باردار شدنتونه. بله میدونم. اما من اونو نمیخوام. مطمئنی؟ بله. شوهرتون چی میگه؟ اونم علاقه به بچه نداره. میتونی برام یه کاری بکنی آقای دکتر؟ نه، اینجور کارا برخلاف عقاید شخصیه. سلام، من زری هستم، از دوستای شهناز خانم. قرار بود امروز براتون پال قهوه بگیرم. بله، ببینین من الان 1 ساعته دارم اینجا دنبال آدرس میگردم. شما به من گفتین کوچه 22، من اینجا اصلا کوچه 22 نداره. چی؟ 32؟ باشه باشه، اشکالی نداره، من نزدیکتونم، تا 10 دقیقه دیگه خودم میرسونم. میخواین کنسل کنی؟ تقصیر من نبوده که شما خودتون آدرس رو اشتباه دادیم. ببینین خانوم، من الان 1 ساعته که دارم دنبال آدرس شما میگردم، کلی هم پول ماشین دادم. یعنی چه به شما ربطی نداره؟ الو؟ الو؟ زود اومدی خونه؟ های های های
دیگه لیاقت جواب شنیدن هم نداری. امروز یکی از مشتری ها وقتش رو کنسل کرد. از من دیگه بنده خدا فال گرفتن به دردش نمیخورده، یا طرفش آب پاکی رو ریخته رو دستش و جونش رو برداشته و در رفته، یا خر شده و بله رو گفته. بالاخره بنده خدا یه جایی کارش یه سره شده که بی خیال فال شده دیگه. بله بله بیا پایین، تلفن کارت داره. اومدم. سلام، ببخشید. سلام. سیگارم تموم شده، خواستم برم بیرون یه هوایی بخورم، گفتم یه بسه سیگارم بگیرم. جنسم تموم شده، زودتر برم بگیرم بهتره، هوا که تاریک بشه گرونش میکنم، انگار تاکسی تلفنیه، شب که میشه میکشن رو نرخشون. الان برم تا سفره رو بندازی برگشتم. یه دو تومانی هم قرض داشتم. اما خب هنوز اعتبار دارم. میگم بعدم براش میارم. رخصت.
همیشه با خودم میگفتم زخم چاقو چه فرمیه، دردش چجوریه. امشب فهمیدم لاکردار بد جوری آدم رو ناسور میکنه. اینه او بادکنکی که سوراخش کنن و جونش از بغل اون یه ذره سوراخ بزنه بیرون، داره کم کم بادم خالی میشه. زری خانم داشتیم خودمونو میساختیم که زود برگردیم، که یه یابوی پا گذاشت رو دوممون، باهاش سرشاخ شدیم. بی معرفت برامون تیزی کشید، ناکارمون کرد بی وجدان. میخواستم خودم برم دوا درمونش کنم، چپم خالی بود، سر خرو کش کردم اومدم خونه. خیلی شانس آوردی، اگه زخمت یکم عمیق‌تر بود با این چند تا بخیه درست نمیشد. برای شما آمپول کوزاز می‌نویسم، حتما بزنه. اگه هم از کسی که بهش چاقو زده شکایت داریم بگیم رو برگه درمونگاه یه گزارش کتبی بنویسم. نه دکتر جون، نه آن که اهل شکایت میکاید نیستی. بعدشم طرف اصلا رقمی نیست، بی خیالش بشین بهتره. هر جور راحتی. آمپول کوزازش حتما بزن. شهرونده تو خرج انداخته باید وقتی چاقو خوردم، مثل تو فیلم ها، مثل آدم های توی فیلم ها، همش تو جلوی چشم بودی. راسته حسینیش برای بچه ها میخواستم ببرنم درمانگاه، اما باهاشون نرفتم، اومدم خونه. راستش گفتم مثل فیلم هندی هایی که دیدم، موقع خوندن غزل خداحافظی تو بالا سرم باشی و ازت حلالیت بطلبم. گفتم شاید اون موقع یه بار دیگه تو چشام نگاه کنی، یعنی مثل قدیما که ما رو آدم حساب میکردی تو چشامو نگاه کنی. اما خب قسمت نشد، یعنی همش تقصیر اون یابویی شد که بهمون چاقو زد. بدبخ اصلا این کاره نبود، اگه بهم خوب چاقو زده بود مثل تو همون فیلم اندیا دستتو میگرفتم بهت میگفتم که غلامت، فقط تو این دنیا از یه چیز میترسید، از این میترسید که یه روز صبح که میری شبش دیگه برنگردی تو این دنیا. اگه خوب چاقو خورده بودم حرفای خوبی داشتم که بهت بزنم، اما حیف که نشد زری خانم.
دم زور به پسر زهرا خانم بگو بره برات کباب بگیره. گفته باشم 50 تومن گرون شده ها. باشه اشکال نداره. آماده شو الان میام. امروز رفته بودن بچه رو بندازن اما ننداختمش، گفتم یه چند روز دیگه برای خودش زندگی کنه. وقت گرفتم برای چند روز دیگه. سلام، من زری هستم. سلام. ببخشید دیر کردم، خیابونا خیلی شلوغ بود. خواهش میکنم ببخشید، من شما رو به جا نمیارم. شما قبلا وقت گرفته بودین؟ شما وقت گرفته بودین؟ مگه اینجا منزل آقای رستمی نیست؟ نه خیر. یعنی اینجا پلاک 32 نیست؟ چرا، پلاک 32 هست اما منزل رستمی نیست. من بازم اشتباه کردم. صد دفعه به این زن صابخونه‌مون گفتم گوشش رو عوض کنه. گوشش انقدر خرابه که صدای وزوز بیشتر از صدای آدم از تو شنیده میشه. آدم اصلا نمیفهمه چی میگن، کجا آدرس میدن. حالا شما تو این گوشه رستمی نمیشناسی؟ نه متاسفانه. مزاحمتون شدم. ببخشید. خواهش میکنم. ببخشید خانم. اگه شماره تلفن چیزی ازشون داری میتونین از اینجا باهاشون تماس بگیری. بله بله. خیابون نیلوفر شرقی. باشه تا یه روب دیگه اونجا. خدافظ. ممنون. ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم. با اجازه. خدافظ. امروز همش داشتم با خودم گذشته ها رو نشخوار میکردم. یاد در رفتنمون افتادم. یاد آقای خدا بیامرزه. یادم وقتی بعد از دو ماه برگشتیم پیشش و فهمید که با هم عقد کردیم، یک کم به هم زور زد و بعدش پرسید شام خوردیم یا نه. دیگه مجبور شد ما رو به دامادیش قبول کنه خدا بیامرز. دیشب خوابش رو دیدم، هرچی بهش سلام دادیم جواب سلاممونو نداد. فکر کنم دلخور بود که دامادش تو زرد از آب در اومده. پا پیش نشدم، گذاشتم بره. همچین که یکم دور شد از خواب پرید. این شب جمعه یه چیزی براش خیرات کن. خب خوابیدی؟ پدرم راست میگفت، برش کم‌محلی از تیغ شمشیرم تیزتره. راست میگفت بیچاره.
بفرمایین بشینین، خواهش میکنم. بفرمایین. شما رو خانم مینویی به معرفی کردن؟ بله، خودشونم با من تماس گرفتن. البته من بهشون گفتم یه مدتی نمیخوام کار کنم، اما مثل اینکه قبل از اینکه بتونن باهاتون تماس بگیرن شما راه افتاده بودی. پس اگه اینجوریه من بیشتر از این مزاحمتون نشم، وقتتون رو نگیرم. با اجازه. خیلی عجله دارین؟ برای چی؟ برای اینکه از همسرتون جدا بشین. مادر خدا بیامرزم میگفت کار امروز رو نباید به فردا واگذار کرد. شما یه وکیل خوب سراغ دارین به من معرفی کنین؟ پس معلومه خیلی عجله دارین. امروز صبح تصمیم گرفته بودم یه مدتی کار نکنم، ولی خب یه وقتایی یه تصمیمایی میگیریم که بعدا نمیتونیم اجراش کنیم. بفرمایین بشینیم. بفرمایین. بفرمایین، خواهش میکنم. خب بگید ببینم برای چی میخوان از همسرتون جدا بشی؟ بفرمایین، من سراپا گوشم. خیلی خوب، براتون میگم. من 7 سالی که ازدواج کردم. نه 8 ساله، 8 سالی که ازدواج کردم. امروز وکیل گرفتم. اولش نمیخواست قبول کنه، اما بعدش قبول کرد. همین روزا برام یه دادخواست مینویسه. چند روز دیگه از اینجا میرم. شما نگران نباشیم، اون حتما براتون یه پرستار میگیره. صدا کن مرا، صدا کن. صدای تو خوب است. مرکز منتظر دستورات بعدی هستن. سرکار، سرکار، اونها، اون زنشو که داره اینجا. چی شده؟ میخواستی چی بشه؟ شوهرت یه نفر رو با چاقو زده و در رفته. کیو با چاقو زده؟ یکی از رفیقاشو دیدن که اومده اینجا. منم در بالا رو براشون باز کردم، هرچی گشتن نبود. خانم شما بهتره اگه شوهرتون برگشت اینجا یا باهاتون تماس گرفت بهش بگین خودشو معرفی کنه، اینجوری براش بهتره. بریم. زری خانم، 100 بار بهت گفتم این شوهر برات شوهر نمیشه. ببین چه دست گلی به آب داده. نمیدونم چی بگم. بله، نبایدم بدونی که چی باید بگی. معلومه 1000 بار بهت گفتم این شوهر نیست. حالا خدا کنه نیاد سر وقت ماها، نیاد ما رو بکشه، تو رو کش به جهنم، منو نکشه. بس دیگه، ما رو بزنم که بعد بردی. آخه من خلق کردم خونه به معتاد مفرگیر. من اینو میشناسم. میشناسم. چی شده؟
واسه چی پلیس ها دنباله فن؟ یه بار چاقو زدی؟ بالاخره بعد سالها ازم پرسیدی خرد به چند بذاری خانم. آخش جیگرم حال اومد. این مسخره بازی رو بذار کنار، بگو ببینم چی شده. هیچی بابا. اسم اون فیلمه که رفیقمون رفت آدم ناروتیه رو چاقو زد، ما هم رفتیم اون عمده فروشه رو که بهمون جنس میداد چاقوش زدیم. پس حقیقت داره ها؟ قتل کردی؟ یه فقره. برو بیرون، برو بیرون تا جیغ نزدم همه همسایه رو خبر نکردم. بیرون. اگه نمیخوای جیغ بزنی که گیر بیافتم، بس معلومه که هنوزم خاطرم رو میخوای. خاطرم رو میخوای که میخوای فراریم بدی، نه؟ میخوام فراریت بدم چون نمیخوام بدبختیام بیشتر بشه. بیرون. داری دروغ میگی زری خانم، دروغ میگی. اما باشه، میرم. ما اصلا طرفت چاقو زدیم که بریم، نزدیم که بمونیم. ما خودمون رو قایم کردیم که قبل از رفتن یه بار دیگه شما رو زیارت کنیم. خب زیارتتو کردی، حالا زود برو بیرون. بیرون. چشم چشم میرم. مواظب خودتون دوتا پرنده باش. اگه تونستی و جا داشت علالم کن. دیدار قیامت. جمال از اون ور بری که زهرا خانم میبینتت همه رو صدا میکنه. دیدی گفتم، دیدی گفتم هنوزم خاطرم رو میخواهی. ما که جون در رفتن نداریم که به خاطر دیدن شما نبود، همون اصریه خودمونو معرفی کرده بودیم. الان هم که محله پر از مأموره، پامونو بذاریم بیرون گرفتن. حالا هم بذار زهرا خانم اونا رو خبر کنه. اگه مژدگونی چیزی هم داشت بهش دادن چه بهتر. تو پای چند ماه اجاره خونه باهاش حساب کن. دارم چرت پرت میگم نه؟ خب پس ما دیگه بریم. اما بازم میگم اگه تونستی و جا داشت حلالم کن. با اجازه. برای چی؟ برای چی این کار کردی؟ راستشو میخوای؟ آره. خب این کار کردم که تو رو از شهرم خلاص کنم. دیدم که مردونگی کردی نمیری، دو تیگری کردم که برم. نخواستم دیگه بیشتر از این به پام بسوزی. راستش این بود. رخصت زری خانم. اما حالا که اینو گفتم یه چیز دیگه هم تو گلو مونده، اینم بگم و شرم کم کنم. درسته که ما بد بودیم، در حقت بد کردیم، مفنگی شدیم، اما قبل از اینکه دنیا به ما پشت کنه تو به ما پشت کردی زری خانم. از وقتی که تو ما رو آدم حساب نکردی، ما هم دیگه خودمون رو آدم حساب نکردیم. تو مردونگی کردی و تو همه این سالا خرج جیبمون رو دادی، اما نامردی بود که هیچی خرج قلبمون نکردی. نامردی بود زری خانم، نامردی بود. دیدار به قیامت. قاتل اینجاست! پلیس! قاتل اینجاست! کمک!
حمید، حمید، حمید. گوش کن ببین چی میگم. به داینام زنگ بزن بگو عمه فوت کرده. به بقیه هم خودت خبر بده. فعلا خدافظ. من چند روز پیشا به عمه گفتم که میخوام ازت جدا شم. دیروزم بهش گفتم که رفتم وکیل گرفتم. این کارش یه جور نشونه بوده، یه جور پیغام، یه وصیت. نمیدونم میتونم یا نه. دلم میخواد وصیتش رو انجام بدم. دلم میخواد اگه بتونیم از هم جدا نشیم، اگه بتونی ازم جدا نشی، من هنوز بچه‌مون رو نگه داشتم، اگه بتونیم دوباره از نو شروع کنیم، شاید بتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. چی میگی؟ نگفته بودی میخوای از هم جدا بشیم؟ فعلا این حرفا رو بذار کنار، جوابم بده. فکر میکنی میتونی؟ خب شاید نتونیم، شایدم بتونیم. نمیتونم. اما من میدونم. میتونی. ما میتونیم. بر سر آنم که گرز دست برآید، دست به کاری زنم که قصه سراید. بگذرد این روزگار تخت تر از سر، بار دگر روزگار چون شکر آید. صبح خیر. صبح خیر. حافظ میخونی اول صبح؟ چی شده؟ دیشب دوباره با آینه سفر کردم، رفتم یه جایی که ولش کن، جاش اصلا مهم نیست. مهم اینه که بعد از این سفر تصمیم گرفتم که نذارم کشتیمون غرق بشه. کمکم میکنی؟ این گلا امروز صبح برای تو باز شدن یوسف. و برای تو خورشید. بار خدایا از عشق امروزمان برای فرداهایمان چیزی کنار بگذار. برای آن روزی که فراموش میکنیم عاشق بوده ایم چیزی کنار بگذار. یک مشت، اندازه یک لبخند، یک خاطره، اندازه یک نگاه، تا دوباره بشکفد، تا دوباره ببارد و سیراب گرداند همه قلب و روح و جان ما را. آمین.